دوستان و همراهان همیشه یک کانال و سه نظر ممی، درود بر شما. از سالن ورزشی شهر مرزن‌آباد در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری دور برگشت رقابت های لیگ برتر کشور رشته آزاد 1402، جایی که بانک شهر در مقابل آلفای مرزن‌آباد سفارایی کرده. بانک شهر با محمد جواد ابراهیمی در وزن 92 کیلوگرم در مقابل علیرضا صابریان قرار گرفته. بانک شهر با دو بنده آبی و صابریان با دو بنده قرمز دارن کشتی میگیرن، دسته هم دیگه کار میکنند و کشتیگی. ببینیم ششمین پیروزی رو میتونه برای بانک شهر رقم بزنه یا نه. تا اینجا کار از نتیجه تیمی 5-0 جلو هستش بانک شهر در مقابل آلفای مرزن‌آباد. درخواست کمکاری میشه برای دو بنده قرمز علیرضا صابریان از آلفای مرزن‌آباد. تذکر رسمی رو داور بهش میده از 92 کیلوگرم. ببینیم چه میکنه در ادامه کار محمد جواد ابراهیمی که احتمالا شانس بردش به روی کاغذ بیشتر نسبت به علیرضا صابریان. یک پیدو سرشاخ رسه هم دیگه کار میکنه. همچنان جواد ابراهیمی رو به جلو، دستش بهتر داره کار میکنه. تن بدن صابریان گلدورتر نشون میده ولی خب جواد ابراهیمی داره بهتر کار میکنه. خب درخواست اختیار کمکاری دوم مورد تایید قرار میگیره و داور به علیرضا صابریان تفهیم میکنه که شات کلاک فعال شد. اگر نتونه 3 ثانیه امتیازی بگیره، یک امتیاز برای محمد جواد ابراهیمی ثبت خواهد شد. در شاه رسه هم کار میکنه محمد جواد ابراهیمی، پشت سر هم داره جابجا میشه بری توشک و یک جا آرم و قرار نداره. خب حالا اداره میکنه تا این 3 ثانیه به پایین میرسه و اون تک امتیاز رو اول بگیره و اینجا داوره یک امتیاز رو ثبت میکنه برای محمد جواد ابراهیمی. چه گوشتی بس 1-0 حاله میشه. سر شاخ رسه هم نیه کار میکنند و کشتی گیم. محمد جواد ابراهیمی ارز کنم به روی کاغذ شانس بیشتری در این کشتی داره برای برد. دو طلای قهرمانی آسیا تو کارنامه خودش داره، سال 2018 و 2020. سال 2018 در فینال تونست دالونبایف قزاق رو شکست بده و به طلا برسه. رده جوانان هم یه طلای جوان جهان داره محمد جواد ابراهیمی در سال 2012 و تو همون سال طلای قهرمانی جوانان جهان رو هم به گردن انداخت. یه لحظه یه گوسه کوتاه و به مچپا میرسه، حالا خاک میکنه، یه دوتایی دیگه میگیرن. چه گوشی 3-0 صرف میشه. حالا جهان جور میکنه برای بارانداز از بالا هر دو دست بیخه کرس. ببینیم میتونه بکنه یا نه. هنوز نتونه دستور کاملا گلاب کنه، چپ راست نشون داد ولی خوب تو خاک نشست. البته محمد جواد ابراهیمی هم نتونه کاملا دستور گلاب کنه. از پایین اگر میرفت برای بارانداز شانسش بیشتر بود. رها کرد اومد بالا که نتونست دیگه ادامه بده. خب 3 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه و ببینید چه تاکتیکی در نظر میگیرن برای علیرضا صابریان که در 3 دقیقه دوم به کشتی برگرده. اگر این کشتی رو هم محمد جواد ابراهیمی ببره دیگه برد بانک شهر قطعی خواهد شد. 5-0 از نظر تیمی جلو هستن تا به اینجای کار. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستین، کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک ها و کامنت هاتون به ما دلگرمی بدیم برای ادامه کار. زنگوله کنارش رو حتما فعال کنیم به محصه اینکه کشتی جدید بارگذاری میشه یوتیوب به شما پیام میده و دیدن کشتی های عزیزانمون لذت خواهید بود. پیج اینستاگرام حسین نظریمه، اونجا هم میتونید آخر اخبار و رویدادهای مربوط به عزیزانمون رو پیگیری کنید. بریم به ادامه کشتی. 3 دقیقه دوم وزن 92 کیلوگرم مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور رشته آزاد. تا به اینجای کار محمد جواد ابراهیمی با دو بنده آبی برای بانک شهر 3-0 از علیرضا صابریان جلو افتاده. حالا صابریان اومده دست دقیقه دوم سرعت رو بالا ببره تا برنده این دیدار بشه. اگر صابریان شکست بخوره از کردم دیگه برد بانک شهر قطعی خواهد شد. 6-0 میشه و تمام میشه کار. ببین به ادامه کشتی همچنان رسته هم کار میکنه. صابریان سرعت رو بالا برده ولی خب از نظر تکنیکی
محمد جواد ابراهیمی سرتره، خوب داره اداره میکنه کشتی رو. اگه مقداری صابرین کار کنه مطمئنا به ابراهیمی اخطار خواهند داد. اولا تو شرایط برابر هم حتی 60 به 40 70 به 30 هم داورا تو صدقه دوم به حریف اخطار میدن. تا به اینجای کار که حالا داور نشون میده که میخواد به دوبندی آبی اخطار بده. حالا هر دو کشتی در میانه تو شکل رسی هم دیگه کار میکنن. یک پیدو سرشاخ حالا محمد جواد ابراهیمی سعی میکنه اداره کنه و این بورد رو تقدیم کنه به تیمش و علیرضا صابریان هم سعی میکنه راه رو به اجرای فروکش باز کنه. محمد جواد ابراهیمی پی در پی داره جا به جا میشه به روی توشه و یک جا ساکن نیست تا علیرضا صابریان بتونه تمرکز کنه و بره برای اجرای فرم خودش. صابریان سعی میکنه به زیر کت بزنه و بره برای زیرگیری و تا به اینجای کار نتونسته حرفی برای گفتن نداشته در مقابل محمد جواد ابراهیمی در واقع سوار کوهی ما. همچنان تو سرشاخ و سرمده کار میکنه به هر دلیل زد علیرضا صابریان در بسته بود نتونست از دستای ابراهیمی عبور کنه. یه رسال ابراهیمی میاد میشه و زیر خم هنوز نتونسته به کلوین سرگردن رو رها کنه. یه دوتایی میتونه بگیر از حالا سعی میکنه پیتر رو بتابونه. حالا یه دوتایی میگیره. حالا دیگه کاملا نیتیقش کرده یه دوتایی میگیره. حالا چی کشتی پنج بر ما یه فیتر با انداز رو هم جمع و جور کرده. ببینیم میتونه بتابونه یا نه. بله اولی رو میزنه. دومی رو هم میزنه. ببینیم کار رو تمام میکنه یا نه. هنوز نتونسته بتابونه. فشار زیادی داره میاره. بله اینجا داور سرپا میده. 7-0 میشه حالا. نه ای دوتا هم دادن. زمان تمام میشه. بله 9-0 کشتی رو به نفع خودش به پایان میرسه محمد جواد ابراهیمی. پس تا به اینجای کار دیگه کار آلفای مرزن‌آباد تموم شد. 6-0 جلو میافتن. بریم به کشتی های بعدی که دیگه تقریبا میشه گفت تشریفاتی. ببینیم چه میکنه بانک شهر در مقابل آلفای مرزن‌آباد. خب دوستان تا لحظاتی دیگر بدرود.